به ویدیو خوش اومدید. امروز تو این ویدیو قرار در مورد فرنچو صحبت کنیم و نکات اصلی در مورد مراقبت از اونا رو بگیم. پس با ما همراه باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگر رو از دست ندید. فرنچو حیوان اجتماعی هستن، یعنی که اونا دوست دارن با فرنچوی دیگه زندگی کنن و از تنهایی زندگی کردن خوششون نمیاد. پس حتما به فکر این باشید که اگر میخواید فرنچ به خونه بیارید حداقل یک جفت از اونا رو بیارید به خونه. فرنچ ها غارتگر دونه ها به حساب میان. اونا خیلی دونه ها رو دوست دارن و توی تغذیهشون باید بیشتر تغذیهشون از دونه های مختلف باشه که میتونید بیس و اصل اون دونه ها رو از ارزن ریز قرار بدید، چون که اونقدر چربیش بالا نیست که برای اونا بد باشه اگر به مقدار زیاد بخورنش. نکته بعدی توی تغذیه اونا سبزیجاته. فرنچ ها سبزیجات و میوه ها رو هم دوست دارن. میوه ها مثل خیار و سیب رو خیلی دوست دارن و سبزیجات مثل کاهو رو خیلی دوست دارن که براشون ریز کنید و بخورن. یه نکته دیگه پروتئین ها. از پروتئین میتونید از تخم مرغ پز استفاده کنید به مقدار خیلی کم و چند وقت در میون، چون که برای معده اونا سنگینه. دوم چیزی که میتونید استفاده کنید کرم ها هستن که میتونید از جایی که غذای ماهی میفروشن تهیه کنید، اونجاها معمولا میتونید پیدا کنید. اینا هم از پروتئین ها شد. پس سبزیجات، دونه ها، میوه ها و پروتئین. فرنچ ها مثل پرنده های دیگه همون کردن رو دوست دارن، ولی بهتون پیشنهاد میکنم این همون کردن بیشتر توی تابستون اتفاق میفته تا اونا سردشون نشه، سرما نخورن و مریض نشن. این همون کردن میتونه با یه ظرف همون باشه که مخصوص پرنده هاست، یا هر ظرف دیگه ای که دارید توش یه آب ولرم بریزید، داغ نباشه، مطمئنا خیلی هم سرد نباشه. آب ولرم بریزید تو یه جایی که اونا میرن معمولا قرار بدید، خودشون آب رو ببینن که روش سطح آزاد داره، خودشون همون میکنن. تماشای اونا هم خیلی باحاله وقتی دارن همون میکنن. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که نگاهشون کنید. خب تمیزی جای فرنچ ها یکی از مهمترین چیزهایی که باید بهش فکر کنید. فرنچ ها حیوانایی هستن که از کثیفی محیط میتونن مریض بشن، پس حتما جای اونا، جای آبشون و جای غذاشون رو توی یه زمانهای مشخص و معین همیشه تمیز نگه دارید تا باعث مریضی اونا نشه. من معمولا جای فرنچ هامو هفته یه بار تمیز میکنم، آبشون رو هر روز ظرفش رو میشورم و آب تازه برای اونا قرار میدم و جای غذاشون رو هر 3 روز در میون تمیز میکنم و هر 2 هفته یک بارم همه اینها رو ضد عفونی میکنم که خیلی مهمه این کار رو انجام بدید تا همیشه جاشون تمیز باشه. خب حالا بیایم یکم در مورد مریضی فرنچ ها صحبت کنیم. اگر دیدید فرنچ شما پوش کرده، یه گوشه همیشه میشینه، چشماش کوچیک شده یا خیلی میخوابه، میل به غذاش کم شده، مطمئن باشید که یه اتفاقی افتاده. اگر فرنچتون با شما راحت و میتونید اونو توی دستتون بگیرید، به پشت بخوابونید، شکمش رو نگاه کنید. اگر باد کرده یا یه حالت کبودی داره اونو پیش دامپزشک ببرید، احتمال زیاد باید دارو تهیه کنید. و یه نکته دیگه وجود داره که توی حیوانا همیشه خیلی از بیماری ها رو میتونید از تغییر شکل مدفوع اونها بفهمید، پس حواستون به این نکته هم باشه. اینجا حیوانای شیطونی هستن و جای بزرگ احتیاج دارن تا بازی کنن. به قیافه کوچیک اونا نگاه نکنید، اونا خیلی کوچیکن ولی سریعن و پرواز کردن رو خیلی دوست دارن. درختار رو هم خیلی دوست دارن که از روی شاخه‌هاش بپر کنن و بازی کنن. پس به هیچ عنوان اونا رو یه همچین جاهای کوچیکی قرار ندید. من اینا رو به عنوان یه بیس زندگی استفاده میکنم، یعنی وسایلشون اون توه ولی نگاه کنید کاملا بالاش بازه. در قفسا، در همه قفسا بازه و اونا میرن تو، غذا میخورن، آب میخورن، اونجا میخوابن، میان بیرون روی درخت ها بازی میکنن و به صورت آزادانه پرواز میکنن. این نکته خیلی مهمه، یادتون نره اونا رو توی قفس های کوچیک نذارید. حتی اگر نمیخواید اونا رو یه همچین حالتی نگه دارید و آزاد باشن، حتما براشون قفس هایی بگیرید که از لحاظ طولی زیادن نه ارتفاع. اونا تو ارتفاع پرواز نمیکنن، توی طول پرواز میکنن. حواستون به این نکته باشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نکنید. هر سوالی که داشتید میتونید توی کامنت ها بنویسید. اگر پیشنهادی برای ویدیوهای بعدی دارید حتما توی قسمت کامنت ها بنویسید.